سلام به سفید و خوش آمدید. کرونا همه کشورهای جهان را با چالش‌های بی‌سابقه ای مواجه کرده. کشوری که سالها درگیر تحریم و تنش بوده این چالش‌ها را جدی‌تر احساس می‌کند. عده‌ای به دونالد ترامپ نامه نوشتند و از او خواستند تحریم‌ها را در این موقعیت بردارد. شمار دیگری به دولت آمریکا هشدار می‌دهند که برداشتن تحریم‌ها تنها دست حکومت ایران را برای سرکوب مخالفانش در داخل و کمک به بازوهای جنگ نیابتی‌اش در خارج بازتر می‌کند. دو نفر از دو سوی این بحث دعوت کرده ایم که با آنها این بحث رو خواهید شنید. اما قبل از شروع گفتگو مروری کنیم بر اون چی که در هفته های اخیر در دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا در این باره گفته شده. بحث محوری محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت ایران این است که تحریم ها توان مقابله این کشور با بحران کرونا را کم کرده و جان ایرانیان را به خطر انداخته. کرونا البته یک ویروس عالمگیر است، اما در همه جا به یکسان قربانی نمی‌گیرد. ما همیشه و به درستی گفته این تحریم‌ها ظالمانه است، اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود. وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو، غذا و سایر اقلام بشر دوستانه سلب شد، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب پذیرتر قرار می گیرند. در حالی که در این مدت دولت آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران وضع کرده، مایک پومپئو وزیر خارجه دولت آمریکا گفته کمک‌های بشردوستانه و دارو معاف شدند. ما به ایرانی‌ها پیشنهاد کمک هم دادیم. من در این مورد با دکتر تدروس در سازمان بهداشت جهانی صحبت کردم. هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا راه ورود کمک‌های بشردوستانه را میسر کنیم و اطمینان حاصل کنیم که تراکنش‌های مالی مرتبط با آن انجام شود. داروهایی که به مقصد ایران می‌روند مشمول تحریم نیستند. تحریم شامل کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود. آنها با مشکل بغرنجی روبرو هستند و ما می‌خواهیم کمک‌های بشردوستانه و دارویی به دست مردم ایران برسد. یادآوری این نکته هم لازمه که رهبر ایران در یک سخنرانی درباره کمک‌های آمریکا هشدار داد و گفت که این کمک‌ها را نباید پذیرفت. ایران حتی کمک سازمان‌های بین‌المللی مثل پزشکان بدون مرز رو هم رد کرده. اجازه بدین مهمون‌های برنامه رو معرفی بکنم. مریم معمار صادقی فعال سیاسی از واشنگتن همراه ماست. خانم معمار صادقی طرفدار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی هستند. و از تهران پوریا آستارکی کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی با ما هستند. آقای آستارکی از مخالفان تحریم آمریکا هستند. خانم معمار صادقی، اول ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید که به چه دلیل فکر می‌کنید که نباید تحریم‌ها حتی در این موقعیت که به هر حال گفته میشه موقعیت استثنایی هست، همه کشورها با چالش مواجه هستند، علیه ایران کمتر بشه؟ سلام عرض میکنم. اولا که بگم که دوست داشتم با خانم نگار مرتضوی مناظره بوده باشه، ولی ایشون آخرین لحظه تصمیم گرفتن که برای مناظره نیان. و آخرین باری هم که من در بی بی سی با آقای پوریا آستارکی مناظره داشتم، لازم میدونم بگم که بعد از کمتر از یکی دو ساعت بعد از برنامه، من از طرف جمهوری اسلامی به هم حمله اینترنتی شد و تا چند هفته خانم مرصادقی میتونم خواهش کنم که بحث رو در حد در حول و حوش سوژه برنامه نگه دارید؟ ممنون میشم. بفرمایید. دلیلی که اینو گفتم خیلی مهم هست برای صحبت امروزمون، برای اینکه صحبت امروزمون یک کمپین دروغ هست از طرف جمهوری اسلامی راجع به تحریم ها. و دفعه پیشم که تو این برنامه بودم با ایشون مناظره داشتیم، یک کمپین دیگه دروغ بود از طرف جمهوری اسلامی. و الان جواب به سوال شما این هستش که همیشه تحریم جوری بوده روی جمهوری اسلامی که دارو آزاد بوده، واردات دارو آزاد بوده، و همون جوری که خود جمهوری اسلامی چندین بار گفته،
دارو اثری ندیده، واردات دارو اثری ندیده به خاطر تحریم و مشکلی نداره جمهوری اسلامی که دارو رو وارد بکنه. حالا اگه دسترسی مردم یا قیمت دارو بالا هست و مردم نمیتونن اون رو دریافت بکنن به راحتی، اون باز برمیگرده به خود جمهوری اسلامی. صحیح. آقای آسترکی بفرمایید. سوالتون چیه خانم؟ من سوالم در واقع مشخص است. شما مخالف تحریم هستید و میگید که باید این تحریم ها برداشته بشه. خانم معمار صادقی میگن که این مشکل مدیریتی در داخل ایران هست، دارو هرگز تحریم نبوده. من از خانم معمار صادقی خواهش میکنم یه بسته مسکن بخره پست کنه ایران، ببینه دارو تحریم هست نیست. به همین سادگی. میفهمید یعنی... که نمیرسه به ایران. خیر، شما میتونید امتحان کنید، هر کس دوست داره امتحان. ببین از آمریکا میتونه دارو بفرسته ایران. به جنرال لایسنس اوفک، سایت تریجری وزارت خزانه داری آمریکا مراجعه کنه. اونجا ببینه چه شرایط پیچیده‌ای در تحریم‌های مختلف برای ارسال کمک‌های ابتدایی مثل دارو، مثل غذا به ایران وجود داره. خانم معمار صادقی امکان نداره میگن که به ایران بشه دارو فرستاد، هرچند که گفته میشه که دارو تحریم نیست. خب ما اینجا فکت ها رو میدونیم دیگه، تو رسانه آزاد داریم صحبت میکنیم، فکت ها رو میدونیم که دارو تحریم نیست. میدونیم که جمهوری اسلامی خودش چندین بار گفته که ما مشکل نداریم برای وارد کردن دارو به ایران، و میدونیم که در یک سال بعد از دوباره گذاشتن تحریم از اتحادیه اروپا وارد کردن دارو فقط 5% کمتر شده، یعنی واردات به طور کلی از اتحادیه اروپا نصف شده، شاید الان حتی بیشتر از نصف شده، ولی دارو تقریبا اصلا عوض نشده. خود جمهوری اسلامی چندین بار هم اخیراً هم گذشته گفته که مشکلی وجود نداره. اینی که من نمیدونم صحبت ایشون راجب چی هست دقیقاً. ببینین چیزی که هست اینه که راجب تست کیتا حتی اخیراً تا یه هفته گذشته معلوم شده که 5 بهمن از شرکت روش در سوئیس حاضر بودن وارد بکنن. بله. شرکت نمایندگی روش در ایران حاضر بوده وارد بکنه 5 بهمن و 21 و 26 بهمن از کره جنوبی حاضر بودن شرکت های ایرانی وارد بکنن، ولی جمهوری اسلامی راجع به همه این نوع موضوع دروغ گفته به مردم ایران. و مثل همه بحران های دیگه مملکت به خاطر حکومت هستش که مردم الان بدبخت هستن. اجازه بدید جواب آقای آسترکی رو بشنویم. خانم معمار صادقی، مثل همه بحران های دیگه ای که جمهوری اسلامی الان باش مواجه هست، سعی میکنه بندازه سر تحریم، سعی میکنه بندازه سر آمریکا، برای اینکه جوابی نداره به مردم بده. آیا آسترکی؟ والا خانم معمار صادقی تمام حرفاشون دروغه. جمهوری اسلامی بارها مقامات مختلف از جمله آقای ظریف این مسئله رو گوش زد کردن که ما در تامین دارو و امکانات پزشکی حتی مشکلات متعدد داریم، امکان واردات برای ما وجود نداره. و این خانم مرسلی کاملا دروغ میگن. وقتی از بیخ دارن دروغ میگن، مطمئنم الان بیننده شما میگید که دارو و امکانات وارد نمیشه آقای آسترکی به هیچ وجه، چون همین الان خبرهایی هست مبنی بر اینکه بخشی از مثلا کمک ها از بعضی از کشورها وارد میشه. همین الان در مورد اینستکس شنیدیم که بخش اولش در واقع به نوعی فعال شده و قرار هست که کمک های دارویی از طریق اینستکس به ایران بیاد. خانم قاضی‌زاده، شما یه بخشی فرمودید دقیقاً یک جمله قبل از اینکه مناظره شروع بشه، فرمودید که ایران کمک‌های سازمان بین‌المللی قبول نمی‌کنه. من این قضیه رو اصلاح کنم، فقط اعلام عدم نیاز به حضور پزشکان بدون مرز بود. ایران ده‌ها محموله کمک از کشورهای دیگه از ابتدای بحران کرونا و سازمان جهانی بهداشت رو پذیرفته. اینکه کمک برسه یک بحثه، اینکه یک کشوری بتونه پولش رو برداره بره از جایی که میخواد چیزی که واقعا احتیاج داره خرید کنه، این موضوع دیگر است. ما در بحران کرونا 3 فاز داریم. فاز قبل از شروع کرونا امکانات مالی و توانایی اقتصادی کشور ما به شدت ضعیف بوده، جیب مردم کوچیک شده، فشار معیشتی کوچیک شده. در تمام این 2 سال بیمارانی که دچار بیماری‌های صعب هستن مثل سرطان، وقتی دنبال داروهای شیرین درمانی میدونن، وقتی که انسولین برای دیابت کمیاب میشه، اینا مشخص مردم میدونن که دارو نمیشه وارد کرد.
و من مطمئنم خیلی از بینندگان شما از الان در تهران میخندن به حرفای خانم معمار صادقی بل. و این شیلی دروغ گفتن. اما ما یه بحران داشتیم از قبل از کرونا، یه بحران داریم در حین اداره کرونا و یه بحران داریم بعد برای جبران خسارات کرونا. وقتی به این سه قسمت نگاه بکنید میبینید قبل از کرونا ما وضعیت اقتصادیمون تضعیف شده بوده. همین باعث میشه دولت نتونه به خوبی سیاستهایی مثل جداسازی اجتماعی رو پیاده بکنه، مثل قرنطینه رو پیاده بکنه، نتونه خسارت یا جبران خوبی برای اقشار آسیب پذیر جامعه که مجبورن روزمزد کار کنن فراهم بکنه. فشار دقیقا به اون قشر میاد به واسطه نبودن تأمین مالی، چون ما الان به پولمون دسترسی نداریم. بنابراین فقط مسئله دارو نیست. پس این که بگیم نه دارو تحریم، اولا همون دارو هم سایت وزارت خزانه داری، اوفک، ترژوری، هر جوری که دوست دارید گوگل کنید پیدا میکنید، برسید به این صفحه. نه در بریتانیا فیلتر این سایت، نه در ایران فیلتره و نه در آمریکا فیلتره. خانم معمار صادقی یه سرچ بزن بخون اونو، جنرال لایسنس اوفک رو، که ببین چقدر پیچیده است ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران حتی در قالب کمک خیریه. و بعد بیا بگو نه دارو که تحریم نیست. این که نمیشه خانم معمار صادقی، یک ذره یا حداقل دو کلمه راست بگو، دو تا گزاره صحیح بگو، بعد بیا سرش مغلطه کن. اما از بیس داری دروغ میگی، از بیخ داری دروغ میگی. خانم معمار صادق، بله، این همون جوری که گفتم کمپین دروغ هست از طرف جمهوری اسلامی و طبق معمول آقای ظریف داره این کمپین دروغ رو مدیریت میکنه. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد فشار رو از روی خودش کم بکنه. دلش برای مردم هیچ وقت نسوخته و الان هم وقتی که همه نوع نهادهای بشردوستانه، دولت‌ها از جمله آمریکا پیشنهاد کمک میدن، جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ میگه نه نه نه، من دارو نمیخوام، نه من تست کیت نمیخوام، نه من بیمارستان موقتی چتری نمیخوام، من فقط پول میخوام. مثل یه معتاد میمونه جمهوری اسلامی که وقتی میگه که به من پول بده میخوام غذا بخورم، گشنمه، آدم بهش میگه گشنته، برات غذا میخرم، برات غذا میارم، میگه نه 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 پول. چرا؟ برای اینکه پولو میخواد استفاده بکنه برای کار خلاف خودش. ولی خانم معمار صادقی قبول دارید که بسیاری از مردم در ایران گزارش میدن که دارو نداشتن ظرف سالهای گذشته، بسیاری از داروها، بسیاری از تجهیزات پزشکی در ایران کمبود هست. فکر میکنید اون برای چیه؟ خیلی چیزا نداشتن خانم قاضی زاده، خیلی چیزا نداشتن، سفره‌هاشون خالیه، خیلی چیزا نداشتن. چرا ندارن؟ برای اینکه این حکومتیه که فاسده، حکومتیه که همه چیزو برای خودش برمی‌داره، حکومتیه که وقتی حتی 1 بیلیون دلار از اتحادیه اروپا به دستش میرسه برای اینکه کمک به مردم بکنه، باز اون پولم خرج میکنه برای اینکه بچه بیگناهو تو سوریه بکشه. دلیلشو همه مردم ایران میدونن، دلیلشو 41 ساله که مردم ایران میدونن که وقتی که پول به دست این حکومت میرسه فقط و فقط میره یا تو جیب خودش، یا میره برای کشتن دیگران بیرون از ایران، یا میره برای سرکوب همین مردم خود ایران. آقای آسرکی میگن این پولا خرج چیزهایی میشه که بیشتر سرکوب هست، خرج بازوهای در واقع جنگ نیابتی ایران هست. مردم تاثیر برجام رو دیدن. در 1-2 سالی که برجام اجرا شد، رشد اقتصادی ایران از منفی 1.5 حدود 2% رسید به 5.5%. وقتی رشد اقتصادی میگیم، رشد کل اقتصاد ایرانه، نه رشد بخش نظامی یا بخش تحقیقاتی یا بخش بهداشتی. کل اقتصاد ایران این رشد رو بعد از برجام تجربه کرد. بنابراین اگر پولهای ایران بعد از برجام که از بلوکه شدن خارج شده بود و امکانات تجاری ایران و سرمایه گذاری خارج در ایران به کار مردم و اقتصاد ایران نیامده بود، که بله آقای آسرکی، در همون دوره فساد هم زیاد بود نبود؟ فساد مالی زیاد بود، بسیاری از پرونده های فساد مالی وجود داره. دلایلی هست که مردم ایران اعتماد نکنن به دولت مردان؟ بله، در ایران ما مسائل زیادی داریم. بذارید خانم معمار صادقی، آقای آسرکی صحبتشون تموم شد، من برمیگردم به شما. بفهمید خانم قاضی زاده، من از شما متشکرم. به نکته فساد اقتصادی اشاره کردید، برای اینکه واقعا این مسئله که در ایران وجود داره و کم نبوده. خب اگر که شما تحقیقاتی شده در این زمینه، چه در ایران چه در اندیشکده‌های خارج از ایران، میشه بازم با یه جستجو
بسیاری از این مقالات و گزارش‌ها ابسترکتاش که منتشر شده مطالعه کردید. تحریم‌ها رابطه مستقیم داره شدتشون با افزایش فساد در جامعه. در دور قبل هم اون ماجراهایی که همه دیگه داستان شد، سر زبان همه افتاد، مثل گم شدن پول صادرات نفت، گم شدن کشتی نفت، گم شدن دکل، چه این گردن کی آقای آسترکی؟ گردن تحریم کننده یا دولت ایران، حکومت ایران؟ فکر می‌کنید این که تحریم باعث میشه که فرض اینطوری بشه، چه دلیلش چیه؟ آیا رانت دلیلش از تحریم کننده میاد یا در دولت ایران است؟ ببینید یه زنجیری از مسائل به هم دست میده. یه اتفاق خیلی ساده، مثلا یه دونه خودکاری که شما میتونید با یه دلار در ایران تولید کنید یا مثلا با 80 سنت وارد بکنی، این به واسطه اینکه خرید مواد اولیه‌اش باید از کانال‌های غیر قانونی و نامشروع بده، انتقال پولش، ورودش، اخذ مجوزهاش، در تمام این مراحل چاله های فسادانگیز به وجود میاد. و یه کشوری هستیم ما که تا قبل از تحریم 100 میلیارد دلار تجارت خارجی داشتیم. یعنی فقط صادراتمون بود، بیشتر میشد تجارت خارجی. میخوام اینو بهتون اشاره کنم که ما با تحریم ها، کسی که میاد از تحریم دفاع میکنه بهتره در مورد دو تا چیز حرف نزنه، یکی فساد، یکی دروغ. برای اینکه خانم معمار صادقی، من الان فیلمشو آماده دارم اگه بخواید براتون پخش میکنم. نه خیلی ممنون. 19 سپتامبر 2018 در این برنامه من و خانم معمار صادقی جلوی هم قرار گرفتیم در مورد کمپین های فیکی که توی توییتر را میدازن. ایشون یه ادعای مطرح کرد، من انتهای این فیلم تو صفحه 2 یوتیوب بی بی سی هست، میتونید برید ببینید. انتهای این فیلم ایشون رو یه چالشی دعوت کردم، بودم خانم شما اینجا یه ادعای مطرح کردی در مورد ترند شدن یک موضوعی در توییتر، اگر اینو نمیگی برو از من میشه فکر نمی‌کنین ایشون اجازه بده آقای سرکی. خانم معمار صادقی بذارید صحبت کنم. بله خانم معمار صادقی بفهم. بله بذارید سوالتون چیه، موضوع چیه؟ اجازه بدید برکنار شده. بله آقای آسترکی، بذارید من همون سوالی که از شما پرسیدم و از خانم معمار صادقی بپرسم. خانم معمار صادقی، آیا فکر نمی کنید که تحریم راهی رو باز می کنه برای اینکه رانت‌های حکومتی در ایران بیشتر ایجاد بشه و همون چیزی که شما نگرانش هستید، در واقع اون پولی که باید به دست مردم برسه در دست یک عده خاص قرار میگیره که حالا میشه اسمشو گذاشت نزدیکان حکومت، کسانی که به هر حال معتمد حکومت هستن؟ فکر نمی‌کنید تحریم به این مسئله دامن زده؟ نه به هیچ وجه. اگر اینجوری بود انقدر این لابی، این مالکشان جمهوری اسلامی تلاش نمی‌کردن بیرون از ایران که تحریم برداشته بشه. شاید بعضی جاها فساد بیشتر میشه موقعی که تحریم هم هست، ولی اگه تحریم نباشه ببینین همونا چقدر پول بیشتر خواهند داشت. ببینین اگه موقعی که تحریم برداشته شد به خاطر برجام به مردم چیزی رسیده بود، نمی اومدن تو خیابون این همه اعتراض بکنن، اعتراضاتی که بی سابقه بوده توی از انقلاب به این ور، بگن که اصلاح طلب اصولگرد دیگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. این همه عصبانیت از همه طیف، از همه نوع ایرانی سراسر مملکت کی بود؟ قبل از این بود که تحریم ها دوباره گذاشته بشه. مردم چیزی از برجام بهشون نرسید و برای همین هم عصبانی بودن. یعنی برجام وقتی که گذاشته شد چی شد؟ یک عالم پول به دست جمهوری اسلامی رسید که استفاده کرد که بیرون از کشور ترور بکنه، جنگ را بندازه، آدمای بیگناه بکشه و فساد خودش رو بیشتر بکنه. به مردم چیزی نرسید. ببینین الان هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از افکار عمومی بین المللی استفاده بکنه، از وضع بد مردم ایران استفاده بکنه که بگه که ببینین تقصیر همه این چیزها تحریم هست. چرا میخواد تحریم رو برداره؟ برای اینکه نمیخواد که پولی که خودش آردی داره دست خودش هست. آقای خامنه ای 200-300 بیلیون دلار الان داره که میتونه استفاده بکنه برای اینکه برای مردم دارو بخره، برای اینکه بتونه مدیریت بکنه این بحران رو. ببینین همه دلیل هایی که ایران الان به اینجا رسیده دست خود جمهوری اسلامیه و خیلی مهمه که این موضوع بیرون کردن پزشکان بدون مرز رو راجبش بیشتر فکر بکنیم، بیشتر صحبت بکنیم.
چرا باید اینجوری باشه؟ اگه مملکت نرمالی بود، مردم الان کمک داشتن از همه دنیا و حکومت خودشون، دولت خودشون بهشون دروغ نمیگفت و ازشون تمام پروازها رو میتونست کنترل بکنه. همینجوری به چین پرواز اجازه نمیداد باشه، قم رو قرنطینه میکرد، ماسک نمیفرستاد به مردم چین وقتی خود مردم ایرانی ندارن. این همه دروغ توی تلویزیون رسمی حکومتی راجع به کرونا به مردم نمیگفتن. تمام اینها به خاطر حکومته و الان با این همه بدبختی رو راه انداختن، بحران‌های مختلف رو دارن، همش تقصیر خودشونه. از این وضع بد مملکت استفاده میکنن که تازه بگن که تقصیر آمریکاست، تقصیر تحریمه. اجازه بدید از میون صحبت‌های شما خانم معمار صادقی یک نکته بسیار مهم هست استفاده میکنن. بله اجازه بدید دروغ رو جلو ببرن. بله یک نکته بسیار مهم هست، این بحثی که میفرمایید که آقای خامنه‌ای پول داره، این بحث از طرف خیلی های دیگه هم مطرح شده آقای آستراکی، این که نهادهای تحت نظارت آقای خامنه‌ای پول کافی دارند برای اینکه بتونه تزریق بشه و دارو وارد بشه، کمک‌هایی وارد بشه و بحث پول نداشتن نیست، برای اینکه می‌دونیم که نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای نهادهای ثروتمندی هستند. بحث این هستش که اولویت آقای خامنه‌ای کجاست و اینکه این پول به این قضیه نمی‌رسه خودش سوال برانگیز هست. ببین من نه حسابدار آقای خامنه‌ای هستم نه سخنگوی ایشونم، ولی شما چند تا عدد رو که بذاری کنار هم بازم یه دروغ دیگه خانم معمار صادقی مشخص میشه. شما کل صادرات نفت ایران از زمان آقای خامنه‌ای تا رهبر شده جمع ببندید، کل واردات ایران با منشأ فروش نفت هم جمع ببندید، ببین تاش چقدر میمونه. احتمالاً یه عدد دو رقمیه که موجودی صندوق ذخیره ارزیه. اما بحث اصلا اینا نیست، بحث اینه که اینجوری اومدن از تحریم دفاع کردن که چون که دولت بد است یا جمهوری اسلامی فاسد است. بحث شما عوض کردید ها، بحث ما اصلا بحث این نیست که چقدر در صندوق ذخیره ارزی هست، بحث پول هایی هست که دست نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه ای هست. خانم قاضی زاده ایشون یه مسئله مطرح کردن، گفتن 300 میلیارد دلار آقای خامنه ای پول داره، گفتن کجا، خب از کجا آورده ایشون که از کجا آورده آقای خامنه ای اینقدر پولو؟ نه اجازه بدین آقای استراکی، ایشون یه چیزی گفتن شما میگید که این درست نیست، باید بفهمیم جواب سوال چی. من اینجا ننشستم حرفی بی ربطی ایشون تا میام بگیرم بعد شما دوباره پاس میگید. بفرمایید آقای استراکی بفرمایید. ایشون اگه میخواد صحبت کنه توضیح بده 19 سپتامبر 2018 که اومد یه دروغی تو ام بی بی سی گفت، سندش کو؟ آقای آتاکی شما بحثی که بر میکردید به بحث دیگری، بحث امروز رو بفرمایید. بله بحث امروز اینه هستش که این تحریم ها صحبت سر این که این کار درسته یا غلطه انقدر خنده‌دار یا به نوعی انزجارآوره که مثل اینه که ما از یک معلمی در مدرسه راضی نباشیم مثلا به بچه‌مون بد درس میده، روز اول بریم کیف و کفش و گچ و تخته و تغذیه بچه‌ها رو جمع کنیم بیاریم بیرون بهشون که بچه‌ها تازه به زودی می‌خوایم خودتون این معلم‌ها کلاس همه رو با هم آتیش بزنن. خانم معمار صادقی طرفدار جنگه، این جمله سخنرانی خانم معمار صادقی اسم سخنرانیشه که صلح حوصله سربره، ایشون جنگ رو چیز سازنده‌ای میدونه، این خانم جنایت رو تئوریزه میکنه. اگه میخواین اجازه بدید جواب بدن آقای آستراکی یا نمیخواین جواب بدن؟ اینکه من اینو جواب بدم. اگه اجازه بدین آقای آستراکی خانم معمار صادقی جواب بدن لطفاً. اگه اجازه بدین خانم معمار صادقی اگه ممکنه کوتاه لطفاً. بله اینی که آقای آستراکی دارن راجبش صحبت میکنن همون کمپین دروغی هستش، کمپین توهین، کمپین حمله مجازی غیر مجازی که جمهوری اسلامی راجب من راه انداخت و کاملا دروغه. من به هیچ وجه جنگ رو برای ایران نمیخوام و تمام تلاشم به عنوان کسی که 3 سال در کوسوو بعد از بمبارون ناتو کار کرده و تمام زندگی کاریم
حقوق بشر دموکراسی بوده برای ایران و کشورهای دیگه دنیا. تمام تلاش این هستش که جنگ نشه، مردم بتونن حق و حقوق خودشون رو داشته باشن، کرامت انسانی خودشون رو داشته باشن. جمهوری اسلامی این کمپین دروغ رو راجع به من راه انداخت، الان هم ایشون دارن اینجا تکرار میکنن. خانم امام صادقی وقت کمی داریم، 30 ثانیه لطفا جمع‌بندی کنید بفهمید. جمع‌بندی این هستش که الان جمهوری اسلامی میخواد که مردم داخل کشور رو گول بزنه و دنیا رو گول بزنه که اگه پول به دستش نرسه نمیتونه به این وضعیت بد کرونا برسه، ولی واقعیتش اینه که این وضعیت فقط و فقط تقصیر خود جمهوری اسلامی هست، دارو تحریم نیست و اینا یک مش دروغ هستش که مردم ایران خوب میفهمن دروغه و دنیا هم خوب میفهمه که دروغه. آیا سرکی خیلی کوتاه 30 ثانیه لطفا جمع‌بندی بفرمایید. جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی می شود. صلح کسالت آور است. این سخنرانی خانم امام صادقی در مورد ایرانه. صدا، فیلم، ویدئوش موجوده. آقای آستراکی، بحث در مورد خانم امام صادقی نیست، بحث در مورد تحریم. خواهش میکنم در مورد تحریم جنبندیتون رو بفهمید. خانم امام صادقی اجازه. این سخنرانی اصلا راجع به ایران نبود. دارن دروغ میگن. جنگ رو باعث پیشرفت میداند، طبیعی از تحریم هم دفاع کنند. دفاع از تحریم مثل دفاع از تجاوزه، مثل دفاع از قتله، مثل دفاع از خیانته. هر کس در هر موقعیت در هر بهانه اینو بگه. متشکرم از هر دوی شما، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. هر جا هستید سلامت باشید و از کرونا به دور. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه است. شب و روزتون خوش.